به جا شدن صدها نفر از ولسوال جاغری ولایت غزنی، منابع محلی میگویند که طالبان دنبال برخی افراد میگردند. با سلام و وقت بخیر بنده و شنونده سنترال افغانستان هستید. 28 آگست و برابر با 6 سنبله سال 1400 هجری شمسی است. جاغوری از ولسوالی هایی بود که تا آخرین لحظه مقاومت کرد. این ولسوالی بعد از آن که کشور معامله شد تسلیم داده شد، وگرنه کسی به زور نمی توانست در آن رخ نکند. در نهایت طالبان آمدند و ولسوالی را تحویل گرفتند و مردم وعده کرده بودند جان و مالشان در امان است، عفو عمومی اعلام شده است و به هیچ کسی کار ندارد. اما اینک هزاران نفر از جاغوری آواره شدند. برخی باشندگان جاغوری ادعا دارند افراد طالبان دنبالشان هستند و میخواهند آنان را زندانی و یا به قتل برساند. یکی از این افراد بشیر حسینی است. او دارای تحصیلات عالی از کشور چین است. وی به علت همکاری با نیروهای امنیتی و مقاومتگران مردمی اکنون فراری است و معلوم نیست در کجا به سر میبرد. دوستانش هم ادعا دارد طالبان در جاغوری دنبال اوست. حسینی ورزشکار نیز میباشد و چندین کلب را در رشته والیبال در ولایت‌های مختلف از جمله کابل و جاغوری ایجاد کرده است. به قول دوستان حسینی، او نخستین کلب والیبال دخترانه را در جاغوری نیز ایجاد کرده است. اقارب و دوستان حسینی میگوید با وجودی که طالبان عفو عمومی اعلام کرده است، اما دنبال او و چندین نفر دیگر در جاغوری میگردد، موردی که به شدت مردم را نگران ساخته و آنان خواستار توجه جدی رسانه‌ها و جامعه جهانی به این وضع شدند. قابل ذکر است که در روزهای گذشته سنترال افغانستان گزارش‌های زیادی از منابع مردمی در سراسر کشور دریافت کردند که مردم شکایت داشتند بدون اجازه خانه‌شان بازرسی می‌شوند و بسیاری از اعضای نیروهای امنیتی و افراد برجسته چون خبرنگاران و رهبران زن از سوی طالبان بازداشت می‌شوند و هم دنبالشان می‌گردد. طالبان اما این موردها را رد کردند.